بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره الرحمن رو پیگیری میکنیم. 28 آیه اول این سوره رو جلسه گذشته خوندیم که تا آیه کل من علیها فان و یبقا و چربک ذوالجلال و الاکرام بود. همه اونهایی که روی زمینند فانی میشن، ولی اون چه که سمت و سوی خدا باشه، تلاش ها و فعالیت هایی که در مسیر پروردگار ذوالجلال و الاکرام، یعنی کارهایی که با جلالت خدا و کرامت‌های خدا سنخیت داشته باشه، اونها باقی میمونه. عرض کردم مثل این که بگیم مدرسه بالاخره تمام میشه، تعطیل میشه، کتابا رو میبندن و معلم ها میرن خونه شون، شاگرد ها میرن، ولی اون تلاش هایی که در این مدت توسط دانشجویان انجام شده اونا باقی میمونه. زندگی آینده شون و این اکتساباتی که داشتند شکل میده. خب تا اینجا خوندیم، از این به بعد آیاتی است که در قسمت‌های دیگه رحمانیت خداست. فرض کردم که در این سوره 31 بار این جمله فبأی آلاء ربکما تکذبان تکرار شده. کلن 34 بار در قرآنه که 31 بارش فقط در این سوره اومده. رژه نعمات خداست که قبلا نعماتی که در دنیا در اختیار انسانها قرار داده خوندیم، در دریا، در آسمان و در خشکی‌ها، حالا کلی تر داره دیگه راجب آینده صحبت میکنه. یسأله من فی السماوات و الارض، همه اون چه که در آسمان ها و زمین هست. من آمده به جای ما، زی شعور رو داره میگه، یعنی همه موجودات دارای شعور، تمام فرشتگان و اونها که در زمین هستند او رو دارن درخواست میکنه. یسأله نه به معنای سوال پرسش، بلکه نیاز وجودیشون رو با زبان حال یا با زبان متشکرم قال بیان میکنند. همه نیازمند او هستند. کل یومن هو فی شأن، او در هر روزی، البته روز به معنای 24 ساعت نیست، در هر لحظه‌ای مشغول کاری است. این در واقع در پاسخ مشرکین معاصر نزول قرآنه که معتقد بودن که خدا خالق آسمان ها زمینه، خالق ماست، ولی اداره امور ما رو سپرده به دست فرشتگان، نیروهای دستن در کار جهان هستی، مثل ساعت سازی که ساعت رو میسازه و کوک میکنه دیگه، سپرده به دست صاحب ساعت دیگه. خیلی هم اینجوری فکر میکنن که خداوند جهان رو ساخته، یک سلسله قوانین ما رو به اون قوانین سپرده. نه، اون قوانین جدا از خدا نیستن. یک لحظه عنایت برکند عقل زیرک ابلهی ها میکنند. یک لحظه هم غافل نیست از بندگانش، از تمام بندگانش. مثل جاذبه که در همه وجود ما جریان داره، همه ی ذرات وجودی ما تأثیر جاذبه است. یک لحظه خدا هم در هر لحظه در وجود ما هست. زندگی هر لحظهش موجوده. و به ای آلاء ربکما تکذبان، کدوم یکی از آیات خدا رو نادیده میگیریم؟ تکذیب این جمله که جلسه قبلم توضیح دادم 31 بار تکرار میشه. هی یه دونه دونه نعمات رو میگه و بعد این جمله رو تکرار میکنه. سنفرغ لکم ایها الثقلان، سنفرغ و فراغت یعنی در واقع آسوده شدن و پرداختن، مشغول یک کاری آدم.
سنفرغ لکم، به زودی به شما خواهم پرداخت. ایها الثقلان، ای دو وزنه، دو ثقل در واقع، چون قبلا سخن از جن و انس بود، حالا به هر معنایی باشه، اگر ماده و انرژی بگیریم، چون سوره میگه که خلق الانسان من سلسال الفخار، انس رو از خاک رس، مثل خاک رسی که کوزه‌گران میسازند، از اون آفریدیم. معنای خلقت مادی در کره زمین. دومیش این چیزهاییست که بر ما پوشیده و پنهان، انرژی ها یا هر چیز میشه بگیرید. در قرآن البته شیاطین الجن و الانس اومده، میگه برای هر پیامبری شیاطین الجن و الانس بوده، یعنی شیطان صفت های شیاطین جمعه، که بعضی هاشون قابل تشخیص بودن. انس یعنی معنوس شما میشناختین، هم زبان شما بودن، هم دوره شما بودن. بعضی هم نه، پنهانن، پوشیدن، یعنی منافق صفتن، چهره شون در ظاهر به گونه ایست ولی در ماسک هستن. یعنی به معانی مختلف جن و انس تو قرآن اومده. حالا تو این صورت آخرش این دوگانگی تکرار میشه. یعنی چی به زودی به شما میپردازم؟ این در واقع مطلبی است راجع به آینده است. به زودی به نظر میرسه، البته بعضی از مفسرین گفتن که به زودی از کار دنیای شما فارغ میشن، تمام میشه به امر آخرتتون، مثل اینکه خدا هیچ کار دیگه ای نداره در هیچ جای جهان، در 300 میلیون کهکشان، که حالا دیگه کارش تمام میشه، حالا نوبت آخرت ما میشه. تو همین دنیا میبینیم و میبینیم که روز به روز داره از تنوع موجوداتی که در کره زمینن کاسته میشه. حدود 100 میلیون سال پیش دایناسورها از روی زمین نابود شدن رفتن، انواع ماموت ها وجود داشته. الان شاید هر یکی دو سال یه بار اعلام میکنن که نسل فلان حیوان منقرض شده، دیگه نیست. خیلی هاش به شماره هست، از این 200 تا بیشتر رو کره زمین نیست، از نمیدونم فلان شیر انقدره. یعنی خیلی ها دائما داره نسلشون منقرض میشه. دائما بشر وقتی که توسعه پیدا میکنه، جمعیت زیاد میشه، مزارع و جنگلا رو از بین میبرن، کارخونه ها گسترش پیدا میکنه، محیط زیست برای اونها دیگه تنگ میشه، دیگه از بین میرن. هم تو دریاها شاید این چیزای بزرگ، ماهی های خیلی بزرگ دریایی، اونا تعدادش فوق العاده کم شده، از بس برای تغذیه اینا رو شکار کردن. همه چی یواش یواش داره نسلش ور میفته. به نظر میاد اگه در آینده شاید مثلا 100 سال 200 سال 500 سال دیگه موجودات در فقط واقع وحش باشن برای نمایش، همه جا رو گرفته بشر، دیگه جایی برای زیست بقیه موجودات باقی نمونده، فضا در اختیار فقط انسان ها قرار خواهد گرفت. اینی که میگه به زودی شما مثل این که میدوندار اصلی این پلنت خواهید شد. فبعی آلاء ربکما تکذبان، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای معشر الجن والانس، معشر از ریشه عشر، عشر یعنی ده، معشر حالا اون موقع که جمعیت های میلیونی رو نمیدونستن این اعداد، و یعنی جمعیت فوق العاده زیاد، ای جمعیت های میلیاردی فرض کنید جن و انس. حالا عرض کردم دیگه نمیخوام وارد معنای جن و انس بشم که تا آخر سوره تکرار میشه. ان استطعتم، اگر استطاعت و توانایی اینو پیدا کردید که ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، که نفوذ کنید، بگذرید، نفوذ در هر چیزی یعنی وارد شدن و گذشتن، مثل یه تیری که به یه جایی میخوره از اون طرف در میاد.
از اقطار سماوات، اقطار یه دایره، دورترین نقطه به اصطلاح بین دو قسمتش قطرشه دیگه، یعنی از دورترین فواصل کهکشانها اگر تونستین عبور بکنید عبور بکنید. ما الان از زمین خودمون نمیتونیم خارج بشیم. ان استطعتم، اگه استطاعتش و توانایی رو پیدا کردید خارج بشید. لا تنفذون الا بسلطانه، نمیتونید خارج بشید جز با سلطان. سلطان یعنی منطق، دلیل، میشه گفت با علم، با تکنولوژی. یعنی همینطوری نیست که فکر میکنین رو زمین میتونین برید. آیه بعدیش توضیح میده، بعد از فبعی آلا ربکما تکذبان، یرسل علیکما شباظ من نار و نحاس فلا تنتصران. یرسلو یعنی فرستاده میشه، ارسال میشه، و شباظ یعنی که شعله شدید پر التهاب، مثل زبانهای خورشید، بیشتر به معنای اشعه الکترومغناطیس گفتن. بالا که آدم میره هزاران برابر این نیروگاه‌های هسته‌ای، این تشعشعات هسته‌ای وجود داره که اصلا قابل تحمل نیست. این موشک‌هایی هم که میرن از جو خارج میشن با بدنه‌های خاص، آلیاژ‌های خاصی است که بتونن از این کمربند آلند که بتونن عبور بکنن، از این طیف در واقع الکترومغناطیس بتونن بگذرن. و نحاس، و نحاس به این در واقع جرقه ها و شراره هایی که با پتک میزنن رو سر یک مثلا آهنی که گرم شده، میزنن جرقه هایی که میپره. در واقع حالا به زبان 14 قرن پیش از چیزایی که میفهمیدن در واقع به نظر میرسه همون پروتون های سنگین خورشیدی یا کیهانی باشه که همه اینا مرگباره. یعنی از جو زمین خارج شدن مواجه هستیم با یک سلسله این ذرات سنگین خورشیدی، پروتون‌های به خصوص هیدروژن، بادهای کیهانی و این اشعه الکترومغناطیس. میدونید نور خورشید که به زمین میرسه فقط 0.6% این نور مرئی در واقع وارد زمین میشه، بقیهش اشعه ماورا بنفش یا مادون قرمزه که اینها قابل استفاده ما نیست، که همه برمیگرده. در هر حال عبور از این طبقات جو زمین، میگه اگه تونستین عبور کنید بگذرید عبور بکنید، یعنی مانعی برای بشر نیست که محیط زیستش هم عوض بکنه، ولی بدونید جز یک تسلط، حالا تسلط رو ننمیشته چی، سلطان معناش یعنی تسلط، جز تسلط یافتن بر این دشواری هایی که در مسیرتون است امکان نداره که خارج بشید. فبأی آلاء ربکما تکذبان. حالا آیه بعدش در پایان عمر زمینه، قاعدتا پس زمینیان در یه دوره‌ای به اون مراحلی خواهند رسید که از جو زمینم عبور میکنن، از اقطار آسمان ها زمین عبور خواهند کرد. خیلی عجیبه که این سخنانم 14 قرن پیش گفته شده که هنوز ما در آستانش هم نیستیم. چطور ممکنه که مثلا یه پیامبر امی که سوادم نداشته سخن از خروج از جو زمین و اقطار آسمان ها زمین بگیم، چیزی به ذهن کسی خطور میکرد که یعنی چی، چطور ممکنه؟ الانم قابل تصور نیست، الانم برای ما خیلی عجیبه. مگه میشه ما اگه به سرعت نورم بخوایم حرکت بکنیم میلیون ها سال طول میکشه با سرعت نور حتی اگه حرکت بکنیم، چگونه بشر میتونه که از اقطار آسمان ها و زمین عبور بکنه؟ یعنی قاعدتا باید سرعت نورم هزاران برابر سریعتر آدم بتونه بره. اینا چگونه امکان داره؟ بر چه دستاوردهای علمی باید تکیه کرد؟ به چه به حال علم و تکنولوژی خواهد رسید؟ خدا میدونه. به هر حال علم امروز ما اصلا همچین چیزی رو نمیتونه دریافت بکنه، با در واقع فیزیک شناخته شده امروز ما غیر ممکنه یه همچین چیزی.
آیه بعدش حالا دوران بعد دیگه پایان عمر زمینه، فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، آنگاه که آسمان شکافته بشه، شقه شدن یعنی جدا شدن دیگه، الف لام هم چون اومده از سما منظور آسمان زمین یا آسمان منظور شمسیه، سما به طور کلی نیامده. خب یک سوره ای هم به نام انشقاق داریم دیگه، از السماء انشقت و از عظمت ربها حقت و از الارض مدت، یعنی از تحولات در آستانه قیامت، در واقع از هم شکافته شدن این نظام منظومه شمسی ماست که دیگه از این نظم فعلی به هم میخوره، مثل یه گردن بندی که این دانه هاش مروارید و سر جای خودش نخپاره بشه، اینا دیگه از اون مسیر خودشون خارج میشن، از مدار در واقع جاذبه خودشون. با مرگ خورشید قاعدتا این نظم حداقل در محدوده ما به هم میخوره. خب وقتی که خورشید، وقتی آسمان دوچار این مرحله بشه که عرض کردم 5 تا 6 5 تا سوره است که از انشقاق آسمان در آستانه قیامت سخن میگه، اینجا یه نشانه میاره، فکانت وردتن کدهان، مثل ورده یعنی گل سرخ، دهان به روغن میگن، روغن سوخته، یه تعبیر عجیبیه. ورید رو هم به سرخ رنگ ما میگن ورید دیگه، ورده هم یعنی سرخ رنگ. بارها توضیح خدمتتون دادم وقتی که خورشید در واقع سوخت درونیش تمام میشه، بیش از 90% هیدروژن دیگه، این هیدروژن در یک فعل انفعالات هسته‌ای در حرارت 15 میلیون درجه سانتیگراد در تبدیل به هلیوم، این تشعشعات رو پدید میاره و عمرش دیگه خب ادامه داره تا موقعی که تمام بشه. وقتی که تمام بشه هیدروژن، سوخت اصلیش مثل یه چراغ، نیروی جاذبه غلبه میکنه. در شرایط فعلی نیروی دافعه که میخواد منفجر بکنه خورشید رو با نیروی جاذبه با هم به تعادل رسیدن، یه وضعیت طبیعی داره. وقتی که اون نیروی دافعه تمام میشه، جاذبه غلبه میکنه، میخواد جمع بکنه، ماچاله میشه خورشید، ولی پوسته مقاومت میکنه، پف میکنه، شاید چند هزار بار، هزار برابر حجمش خورشید بیشتر میشه، همه خورشیدها، و رنگش در واقع از حالت سفید یا زرد در طیف نوری به سمت قرمز میل میکنه. بنابراین تمام خورشیدهایی که عمرشون تمام میشه که استراحاً بهش رد جاینت میگن، غول سرخ، سرخ رنگ به اصطلاح، حالا غول چن خیلی بزرگ به نظر میاد که طبیعتاً زمین رو هم در بر میگیره خورشید، در اون شرایط ما میریم توی اون ابر خورشیدی، ابر داغ خورشیدی. تو اون چند سال پیش که این سوره رو باز میدیدیم اشاره کردم به یه مقاله‌ای بود که هم عکس و یه نوشته ای در سال 1999 یکی از این رد جاینت ها دیدن، یعنی حدود 3000 سال پیش اتفاق افتاده بود، نورش به زمین رسید، عکسش هم خیلی توی فضای عمومی منتشر شد، دقیقا حالت گل سرخ داشت، اسمش بود کت آی ریبولا، کت آی، چشم وسطش مثل یه چشم گربه بود، بعد این گل سرخ یه چیزایی مثل حالت گل سرخ که برگ گل سرخ داره، وسطش هم اسمش نبولای در واقع چشم گربه اسمش رو گذاشته بودن. خیلی من اینو تکثیر کردم براتون، عکس رنگیش آوردم، نمیدونم اونا که تو کلاس هستن یادشون هست یا نه، الان هم اگه مراجعه بکنید همین رو بزنید گوگل بکنید براتون تصویرشون نشون میده. مشابهش هم خیلی هست، تمام اینایی که به حالت سوپرنووا میرسن همین شکل رو دارن، ولی اون خیلی منظم، اون مرکزش هم عین چشم گربه بود. به هر حال اینم عجیبه که پایان عمر خورشید و در دورانی که اصلا سوادی نداشتن، نمیدونستن، به چیزی تشبیه کرده که الان عیناً همونجوری میبینن، عین شکل گل سرخ در واقع. دهانم دهن
یعنی روغن. قبلا چراغای قدیم روغن سوز بوده دیگه، پیه سوز میگفتن، برق که نبوده، پیه رو میسوزوندن. وقتی که این پیه دیگه تمام میشه، روغن سوخته میشه، چراغ هم خاموش میشه دیگه. ببینید چه تشبیه جالبی متناسب با اون زمان. اونا میفهمیدن که ما این چراغی که پیه گذاشتیم این پیهش تمام بشه، میدیدن یه لرد سرخ‌رنگی تهش مونده دیگه، تمام شده دیگه، اون خالصیاش سوخته، اون لرد و به اصطلاح ته مونده های اون پیه به رنگ سرخ‌رنگ باقی مونده. زمینم، خورشیدم در واقع همینطوره دیگه، یعنی در واقع سوختش تمام شده، در واقع مثل یک روغنی که دیگه خاصیت شاید دست داده دیگه از کار میفته. فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیومئذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. در آن روز از هیچ انس و جنی، از انس و جنی سوال نمیشه راجب گناهانشون. ذنب یعنی دنباله، یعنی عوارض کارهاشون. از کسی سوالی نمیشه. موقعی از کسی سوالی میکنن در دنیا، یک آدم مجرمی رو که دستگیر کردن سوال میکنن که در واقع برای قاضی معلوم بشه، اطلاعاتی میخواد تا طرف حرف نزنه، که خب متوجه نمیشن دقیقاً واقعه چگونه بوده. ولی وقتی خدا همه چی رو میدونه، نیازی نیست کسی سوال بکنن، پرسش و پاسخی نیست. اگر هم یه جاهایی اشاره کرده، در واقع برای فهم ماست، یه مثال دنیایی زده، نیازی خدا نداره، یا به خاطر خود شخصه که بفهمه، اعتراف بکنه که چه کرده، نه برای کسب اطلاع. فبأی آلاء ربکما تکذبان. یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام. در آن روز مجرمون، مجرم چه کسانی هستند؟ مجرمین، توضیح دادم کلمه جرمه، ریشه جرمه انقطاع، بریدنه. هر کدوم از این واژه ها، چه ذنب، چه مجرم، چه اسم با سه نقطه، که همه اینا رو گناه ترجمه میکنه، هر کدوم یه معنایی داره. مجرم کسی است که رابطه‌شو قطع کرده. مثالم بارها زدم، یه گلدونه گل، یه درخت گل، موقعی رشد میکنه، سبز میشه، گل میده، به بار مینشینه، که به آب ارتباط، آب ارتباط داشته باشه، مواد عالی رو از خاک بتونه بگیره، اکسیژن هوا رو باید جذب کنه، با آب و خاک و هوا باید دسترسی داشته باشه، قطع ارتباط با هر کدوم خشک میشه. بندگانم با خالق خودشون، با خلق خودشون، با قوانینی که در جهان هست، ما یک سلسله ارتباطاتی داریم. وقتی این ارتباطات برقرار باشه، ما رشد میکنیم. شما وقتی ارتباط کامپیوترتون هم با اینترنت قطع بشه، خب قطع رابطه شدید، اینم یه جرمه دیگه، اون منافع رو، این ارتباطات رو نمیتونیم برقرار بکنید. یعنی اونایی که تو دنیا فقط در پیله خودشون بودن، از همه چی، وظایف و تکالیف اجتماعی خودشون هم بریده بودن. یه جایی تو سوره مدثر توضیح میده، میگه که در بهشت بهشتیا از مجرمین سوال میکنن، ما سلککم فی سقر، چی شد که شما دوزخی شدین؟ از توضیح اونا واقعا میشه فهمید که چه قطع رابطه‌ای کرده بودن. میگن لم نکن من المسلین، ما اهل روی کرده به خدا نبودیم، یعنی پس با خدا قطع رابطه کردیم. ولم نکن نطعم المسکین، به بیچارگان و گرسنگان و درماندگان هم کمک و رسیدگی نمی کردیم، شکم گرسنه‌ای رو سیر نمی کردیم. پس با خلق خدا هم بریده بودن، حداقل عاطفه و احساس نداشته بودن. و کنا نخوز و مل خائزین، فرو رفته بودیم همراه فرو روندگان، یعنی غرق مشغولیت هایی خودمون بودیم، حالا هرچی اسمشو بذاریم، نخوز یعنی غرق شده بودیم تو دنیای خودمون، منافعمون، درآمدامون، کارمون، نمیدونم پارتی هامون، نمیدونم شب نشینی هامون،
و کنان نخوز مل خائزین و کنان نکز با به یوم بدین. اصلا بعدش هم قبول نداشتیم، فکر میکردیم با مرگمون تمام میشه، روز جزای عمل رو هم انکار میکردیم، با گذشته، با حال، با آینده، با همه چی قطع رابطه کرده بودیم. میگه خب فما تنفعهم شفاعت و شافعین، اینا با هیچی شفع و پیوند نشده بودن که امروز به دردشون بخوره، از همه چی بریده بودن. شفع یعنی پیوند، یعنی انضمام با چیزی. حالا اینجا میگه مجرمین چگونه شناخته میشن؟ یعرف المجرمون به سیماهم، با سیماشون. سیما یعنی علامت، یعنی نشانه. آیا نشانه ای هستن تو پیشونیشون؟ نشانه ای داره؟ کلمه سیما در قرآن یعنی نشانه دیگه. خیل المسومه، اسب های نشاندار. اون موقع اسبا رو رها میکردن تو صحرا برای اینکه این اسب گم نشه، بفهمی اسب مال کیه. یه داغی میزدن بهش، اسبای خیلی مرغوبو که معلومه این اسب متعلق به کدوم اربابه. اینو خیل المسومه، اسب های نشاندار، این خیلی اعتبار داشته که برند داره، مارک داره، مثلا این مال تربیت شده این اسب مثلا از فلان مرکز. مثلا یعنی چی انس مجرمین با سیماشون؟ ببینید الان در واقع علاوه بر این که خطوط انگشت هر کسی مختص خودشه، آدم یه اثر انگشت یه جای انگشت میذاره معلوم میشه که این علامت اونه دیگه. با چشمم خیلی یاد کمپانی ها چشم وقتی آدم نگاه میکنه در باز میشه براش. یعنی در واقع مثل این که ما همینطور که به صورت فیزیولوژیک در واقع ژنتیکمون هر کدوم در واقع یه کدی داریم، کد ژنتیکی هر کسی فرق میکنه با دیگری، تا قیام قیامت هم دو تا انسان مثل هم نخواهند شد. این از عجایب و شگفتی هاییست که این ما دو تا 29 تا کروموزوم که داریم، این دوتا که با هم ترکیب میشن در همون اول که به اصطلاح اسپرم و اوول با هم ترکیب میشن، دو تا 29 تا کروموزوم، 23 تا بخشین، 23 ضرب در 23 به توان 23 بذاریم ضرب در 23، ببین چقدر احتمالات پیش میاد. تازه وقتی هم که ترکیب میشن، حالت های مختلفی که در اون دوران از نظر بازهایی که تو رحم هست نمیدونم فعل و فعلات، بازم اونا بی نهایت حالت مختلف داره. علاوه بر اون وقتی که سلول اولیه تشکیل میشه، اون مادر چه حالتهایی داشته باشه، چه حالت روحی داشته باشه، چه جوری غذا بخوره، یعنی دائما ژن‌های اونام دارن تغییر میکنن. بی نهایت حالت وجود داره که یک مثلا حتی بچه دو قلو، سه قلو، چهار قلو هم باشن، اونا اصلا مثل هم نیستن، همه شرایطشون هم یکی باشه یه جور نمیشن. یعنی خیلی عجیبه که هر موجودی کد خودشو داره. حالا ما تشخیص نمیدیم، فکر میکنیم در سیما یعنی تو صورتشون یه علامت خالی یا چیز، نه، کدشون در واقع در اون سیستم خدایی هر کسی معلومه، با نشانش در واقع معلوم میشه که این چگونه از سوال و جوابی نمیخواد. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، گرفتار میشند. اخذ یعنی گرفتار شدن. مجرمین چجوری گیر میافتند؟ چجوری دچار درد سر میشن به خاطر در واقع قطع ارتباط و انقطاع از اون عوامل حیات بخش؟ به نواسی، نواسی جمع ناسیه است، ناسیه یعنی پیشانی. مفسرین عمدتاً گفتن که مثل یه آدمی که وقتی پیشونیشون رو بگیرن بکشن، پیشونی این قسمت جلوه، این نهایت ذلت، مثل یه زندانی یا کسی که دستگیر کردن، این وقت دستشو میکشن، یه وقت موی سرشو گرفتن میکشن، یعنی میخوان بگن در حالت ذلت. ولی در واقع به یه معنای دیگه تو قرآن بارها اومده، میگه و سبحان الذی بیدهی ناسیت کلش، ناسیه هر موجودی به دست خداست. مگه همه موجودات پیشونی دارن؟ مورچه پیشونی داره، پشه پیشونی داره، موجودات که هم پیشونی ندارن که. میگه ناسیه همه موجودات به دست خداست. شخصیت انسان کجای انسانه؟ کورتکس درست پشت پیشونیه دیگه، بخش های مختلف مغز هر کدومی نقشی دارن.
تمام ویژگی های شخصیتی ما درست پشت پیشانیه. اون قسمت پشت پیشانی که کورتکس میگن شخصیت ما رو تشکیل داده. اگه اون قسمت از بین بره هیچی دیگه تشخیص نمیدیم، مثلا هیچی نمیفهمیم. بقیه قسمت های مغز یه نقش های دیگه دارن. یه روز یادم خانم دکتر فرنودی در سالن مجاور توضیح میدادن که این قسمت جلو کورتکس چه نقش مهمی داره از نظر شخصیت ما، کارهای بد خوبمون. خب پس تصمیمات ما، نیت‌های ما، خیر و شرای ما از کجا آغاز شده؟ از پیشانیمون، از کورتکسمون. اون مرکز تصمیم گیری، مرکز فرماندهی ما، شخصیت ما پشت پیشانیه. اقدام یعنی اقدامات، یعنی کارها. انسان‌ها چگونه گرفتار میشن؟ به خاطر نیاتشون، شخصیتشون و اقداماتی که کردن. اول یه تصمیمی میگیریم، یه شخصیتی داریم، اون شخصیت وقتی که به اقدام میاد گامهایی میگذاریم، به خاطر همونه دیگه. آدم چجوری گیر میفته، چه فکر و چه اندیشهی داشته و چی کار کرده. هذهی جهنم التی یکذب بها المجرمون. این همون جهنمی است که مجرمون انکار میکردن. جهنم هم جهنم اعمال دیگه، دوزخ اعماله، کمان که بهشت رو هم خود انسان ها میسازن. بهشت هم میراث عمل خود انسان هاست که بارها قرآن همین رو گفته. یطوفون بینها و بین حمیم آن، بین آن دوزخ و بین حمیم، در واقع آب جوش میگن. ولی همه ویژگی هایی که در این سوره داده تماما نکره است، نکره ناشناخته. آیات مربوط بهشت و جهنم در قرآن جز متشابهاته، اصلا قابل درک و فهم ما نیست. یه بارم عرض کردم، مثل وعده‌ای که یک مادر اگه جنین در رحم ازش سوال بکنه بیرون چه خبره، یه اطلاعاتی به من بده قبل از ورودم، او چگونه میتونه بگه جز این که به زبان تشبیه از چیزایی که تو رحم احیانا بچه احساس کرده بیرون اصلا نمیتونه بگه. پس به زبان معرفه نمیتونه بگه. قرآن بارها گفته که اونچه که بعد میاد انشاء جدیدیه، نا انشعناه و نه انشاءن، یک پیدایش دیگری است. ولی در قالب کلمات قابل فهم ما به عنوان تشبیه، به عنوان تمثیل، به عنوان مجاز، متافور در واقع بیان میشه. و اینه آب جوش که معنی نداره، در واقع این برای فهم ماست. وقتی که میگه عذاب از دل، آتشی است که نار الله الموقدت التي تتلع على الافئده، از فؤادتون، فؤاد به مغز میگن یا به قلب میگن، فؤاد اون درون انسانه، از درونت این داره شعله میکشه. یه مقداری اگه بشه مقایسه کرد، مثل این ناراحتی های دنیایی، این انگزایتی ها، این دیپرشن ها، از درون هر کاری هم آدم بکنه خلاص ازش نمیشه. نتایج عمل آدم وقتی که تمام وجودش رو نابود کرده باشه چنین عوارضی خواهد داشت. تمام این ناراحتی های فکری ما، غصه ها، دیپرشن ها، از فعل و انفعالات شیمیایی مغزه. یه ذره این روابط به هم بخوره چه عوارضی به وجود میاد. وای به حال این که آدم همش رو تخریب کرده باشه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. در مورد مجرمین همین دوتا آیه است یا سه تا آیه، یعرف المجرمون هذه جهنم و یطوفون بینها. از اونجا که سوره الرحمنه، وعده های بهشت ده برابر این هست، خیلی طولانی تره بعد از اون. اونا هم تماما به زبان تمثیله. با امروز که میخونیم شاید خیلی هم تعجب بکنیم که خب اینا که چیزای تازه‌ای نیست، یا مشابه چیزایی است که خب تو دنیا هم داریم دیگه. خب آدم انتظار داره یه چیزای بالاتر، ولی برای چیزای بالاتر که ما نمیشناسیم
واژه‌ای هم نداریم، کلمه‌ای هم نداریم، چگونه میشه گفت؟ در همه اموری که از زندگی روزمره ما بالا هست در سطح مسائل علمی اصلا کلمه‌ای نداریم. عرض کردم بارها این تحولاتی که در کیهان رخ میده، آسمان‌ها، اصلا واژه‌های معمولی براش وجود نداره. رد جاینت یعنی چی؟ غول سرخ، که اشاره کردم بهش، غولی وجود نداره، ولی کلمه‌ای وجود نداره، نمیتونن بهش نامگذاری کنن که مردم عادی بفهمن. مقایسه میکنن با کوتول سفید، غول سرخ و الی آخر. تمام اسامی، اسامی تشبیه به مسائل دنیاییه. قیامت هم همینطور، وقتی که میخواد لذت رو در بهشت بگه، این همه در قرآن از شراب نام برده. حتی خدا میگه ساقیه و سقاهم ربهم شرابا طهورا. خداوند شراب طهور رو به اینها در واقع جام به جام میده. آیا اونجا هم پس شراب خاریه؟ ولی شرابی که میگه نه سردرد میگیرید نه عقلتون زائل میشه، این یه شراب دیگه است. اون حالتی که به اصطلاح امروزی ها های میشن و یه احساس برای چی به سراغ مشروب میرن یا این مواد مخدر رو مصرف میکنن، میگه به یه حالت های دیگه پرواز بکنن، چطوری میشه گفت؟ در واقع کلمه دیگه وجود نداره برای اون حالت ها جز با تشبیه به ساقی و جام. و تا دلتون بخواد بیش از 100 تا کلمه در قرآن یا 100 تا آیه در قرآن درباره همین مسائل مربوط به شراب، شراب آخرت، ترکیباتش حتی مختلفه، همه اینا رو هم گفته. در واقع میگه نیکان جام به جام دارن شراب میخورن اونجا، ولی شراب داریم تا شراب. حالا از این به بعد دیگه وعده های بهشته. ولی من خافم مقام ربهی جنتان، برای اون کسانی که از مقام پروردگارشون خوف داشتن، بیم داشتن، دو بهشته. این سوره دائما دو تا دو تاست. یعنی چی از مقام رب؟ خود رب که بیم داشتن معنی نداره ازش. اینم چندین بار صحبت خوف از مقام رب پیش آمده توضیح دادم. آدم از مقام معلم میترسه چون نمره دست معلمه، ولی اگه دوران تحصیل تمام شده باشه دیگه اون ابهت و معلم نداره. از پلیس آدم میترسه چون ممکنه جریمه بکنه، ولی اون تو ماشین پلیس نباشه آدم ببینه، یا خود آدم تو ماشین خودش نباشه، باز اون بیمو نداره. اگرم تو اون لباس نباشه بازم اون حالت آدم نداره. یعنی ترس از مقام اونه، چون اون میتونه تیکت بده. آدمم چون بالاخره هر روز یه خلافی کرده، یه جا تون رفته، چراغ زودتر رد شده تا خاطر رد بشه قرمز شده و امثال اینا دیگه، همه داریم دیگه. پس آدم همش نگرانه وقتی میبینه مقام رب. ربم یعنی صاحب اختیار، ارباب، اون کسی که داره اداره میکنه، همه کار ما دستمونه. از مقام در واقع کسی که سرنوشت ما دستمونه بیم داشته باشه، خود همین بیم در واقع اون رو مهار خواهد کرد که نصیبش جنتان خواهد شد. فبعی آلاء ربکما تکذبان ذواتا افنان. اون بهشت، اون باغ‌ها دارای شاخسارانی هستند. فننه در واقع این شاخه‌های پربرگ سالم پرترابت درخت رو میگن. غیر از این عرب 14 قرن پیش چی میتونسته بفهمه؟ اونجا که درخت نبوده اصلا در عربستان، حالا منهای بعضی از نواحی، این آیات در مکه همه جاش سوخته، سنگای آذرین، علف هم اونجا سبز نمیشده. به تعبیر قرآن به وادن غیر زیزر، در وادی فاقد استعداد کشاورزی و سبز شدن، منطقه استوایی خشک بوده. برای اونها شاخساران خیلی علامت ترابت و زندگی بوده. و به ای آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان تجریان. در اون دو بهشت و باغ دو چشمه ایست که جریان دارند. اون دو چشمه چیه که جریان داره؟ در سورهای مختلف قرآن، به خصوص سوره انسان،
که اینطوری آغاز میشه: ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار از جامی دارن مینوشند که ترکیبش با کافور، کافور پاک کننده. عینن، این از کجا برداشته شده؟ این جام از یه چشمه ای. عینن یشرب به المقربون، چشمه ای که مقربون از اون چشمه دارن مینوشند. چشمه کجا به وجود آمده؟ یفجرونها تفجیرا، خودشون کلنگ زدن. چگونه این چشمه رو خودشون احداث کردن؟ یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا، یا یطعمون الطعام مسکینا و یتیما و اسیرا. اونا با طعام دادن به گرسنگان، به یتیمان، به دیگران، به تعهدات خود عمل کردن، این چشمه رو در دوران زندگی دنیاییشون حفر کردن. حالا دارن جام به جام از اون چشمه می نوشند. این به چه تعبیری میشه گفت؟ یعنی عرب اون موقع که آبم نبوده کاملا میفهمیده که من اگه بتونم یک قناتی حفر بکنم، یه چشمه ای، دیگه تمام زندگی میتونم از اون آب بهره برداری بکنم. دو چشمه جاری هستن، چشمه جاری اعمال، چون آبم نماد حیات، من الماء کل شیء حی، از آب همه چی زنده است، چه بسا همون زندگی های جاوید ابدی انسانه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، فیهما من کل فاکهت زوجان. در اونجا از هر میوهی دو نوع هست. حالا عرض کردم این دائما تا آخر سوره این دو حالت رو بیان میکنه. فبه ای آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جن الجنتین دان. متکینه یعنی تکیهگاهشون. البته معنای ظاهریش اینه که آدم به یه مبلی تکیه داده و لم داده مثلا، ولی اتکا، اتکای هر کسی تو زندگی به چیه؟ پولیست که کسب کرده یا تخصصیست که گرفته؟ تکیهگاه آدم که میتونه زندگی کنه بالاخره به یک سلسله دستاوردهای قبلی خودشه دیگه، حالا اتکایش به اونه. در قیامت بر چه چیزی اتکا داره؟ ظاهرش همش کلمات متعارف قابل فهم بشریه. فرش جمع فرشه، فرش همون مثل فرش اتاق دیگه، ولی فرش چون نماد استراحت توی خونه ای که فرش داشته باشه خیلی فرق میکنه تا خاک باشه، زمین سنگلاخ باشه، یعنی در واقع محل زیستی که مفروش شده. و چی تکیه داره؟ فروش به معنای و چیزم گرفتن دیگه، تجدید فراش، در واقع تخت و رخت خوابم گرفتن دیگه. بر بسترهایی تکیه دارند که بطائنها، بطائن یعنی بطنه. دیدین پارچه یک تاروپودی داره، یا فرش هم که میبافن تاروپود، نقش رو تاروپود میبافن دیگه. بطنش ابریشمی، استبرق ابریشمی که برق میزنه در واقع. خب این تو دنیا هم هست، یه همچی چیزایی آدم میتونه اگه پول داشته باشه بهترین فرش های ابریشم هم بگیره، یا بهترین بسترها و تخت خواب ها مثلا، ولی ما در این حدی میفهمیم. ولی همه اینا نماد استراحت، راحت. اونم میگه بطائنش، بطنش یعنی انسان هایی که نه ظاهرشون بلکه بطن اعمالشون درش اخلاص بوده، طبیعتاً در آینده هم چنین وضعیتی خواهند داشت. و جن الجنتین دان، و میوه اون دو باغ نزدیکه. دان مثل دون، دنیا، میوه هاش نزدیکه. حالا بعضی ها گفتن مثلا یه وقت هست شما باید بریم بالای درخت میبره بکنین، یه وقت هست در دسترسه. ولی خود اصلا میوه، آیا فقط میوه درخته یا در واقع هر چیزی میتونه در اختیار باشه؟ شما همین 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش یه تحقیقی میخواستین بکنید، باید میرفتین کتاب خونه ها بگردین کدوم کتاب خونه چه کتابی رو داره. بعضی از کتاب ها مثلا فقط در یه کتاب خونه های خاصی، یکی از دوستان میگفت مثلا کتاب خونه دانشگاه
نیویورک نمیدونم واشنگتن کجا، فقط یه نسخه ای داشت، مجبور شدم برم اونجا. یواش یواش 20 سال دیگه تمام این کتابخونه ها ممکنه همه تعطیل بشه. الان دارن کتاب فروشی ها همه دارن تعطیل میشن، همه اینا داره میاد تو اینترنت، همه فایلاش هست دیگه. دیگه شما زحمتی ندارید، میوه این تحقیقات نزدیک، با یک کلیک میتونید به یک کتابخونه دسترسی پیدا کنید. الان هر مشکلی داشته باشین گوگل میکنین، بلافاصله هر اطلاعاتی راجع به هر چیزی میخواین، حالا ویکی‌پدیا است یا هر جا است، این نزدیک نیست. میوه به عنوان محصول هر چیزی، محصول تجربیات، محصول رشته های مختلف علمی، اگه در واقع بست بدین آیه رو که از این فرم و قالبی که برای فهم حتی مردم بی سواد 14 قرن پیش آمده، حالا میفهمیم یعنی چی نزدیک بودن در واقع دستاوردها و محصولات هر کاری، هر رشته‌ای، همه چی در اختیاره. فب ای آلاء ربکما تکذبان فیهن قاصرات الطرف. این دو سه تا آیه بعد رو به در واقع حوریای بهش تشبیه کردن. قاصرات و طرف رو گفتن اونا که مثل این که پلک چشمشون پایینه، مثلا یه نوع ناز کردنی تلقی کردن، چشم به زیر دیگه، طرف به این پلک چشم میگن، قاصر یعنی کوتاه در واقع، چشم به پایین، مثلا نماد مثلا با عفت گرفتن. لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان، که پیش از این هیچ انس و جانی با اونا تماس نداشته، ارتباط نداشته. آیا جن با یک انسان میتونه رابطه جنسی داشته باشه؟ یعنی اگه بخوایم تو همین قالبای بشری بگیریم، مگه ممکنه یه همچی چیزی، دو موجود مادی و غیر مادی بخوان با هم ارتباط داشته باشن؟ به هر حال این شاید اشاره به اون جنبه های مثلا غریزی انسان، اون بود باشه که در واقع اگه تو فکر یه همچی چیزایی هستی، وقتی بهشت به تعبیر قرآن میگه ارض و سماوات و الارض، همه جهان هستیه، خب وقتی که همه عالم هستی باشه، هر کسی با اراده خودش در واقع اون چیزی رو که آرزو داشته میتونه بهش برسه دیگه. مگه خداوند ارادش این نیست؟ میگه ارادش کن فیکونی، هرچه اراده بکنه میشه. تقوام اراده ماست، کسانی که تقواشون تقویت کرده باشن، در واقع نقش اراده است در آینده که خودش سازنده خواهد بود. فب ای آلاء ربکما تکذبان کأنهن الیاقوت والمرجان، گویی اینها مثل یاقوت و مرجانند. فب ای آلاء ربکما تکذبان هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آیا جزای احسان جز احسانه؟ اینایی که نیکو کار کردن، کارهای زیبا کردن، آیا جز اینه که جواب نتیجهشان همون باشه؟ فبه ای آلاء ربکما تکذبان و من دونه ما جنتان، بجز اونها دو بهشت دیگه هم هست. از این به بعد مثل این که برای طبقه دیگه، برای گروه دیگه، شاید اونا ابرار بوده باشن، اینا مقربین، معلوم نیست، توضیح نداده. فبه ای آلاء ربکما تکذبان مدهامتان، در مورد اون بهشت قبلی گفت که ذوات و افنان، دارای شاخه هایی هست، شاخسارانی، درخت های شاخه های پرتراوت، مدهامتان دهمه، در واقع اون برگ هایی که به شدت سبز شدن، در واقع سبزیشون به سیاهی میزنه، یعنی نهایت سبز و خرمی یک درخت، به اوج در واقع کمال وجودی درخت که در این فعل انفعال فتوسنتز تونسته تبادل با خورشید بکنه رسیده. فبه ای آلاء ربکما تکذبان فیهما عینان نزاختان، در اون دو بهشت دو چشمه ایست که در حال جوشیدنه. در بهشت قبلی گفت دو تا چشمه جاریه، اینجا میگه دو تا چشمه جوشانه، پس نشون میده در یه لول بالاتری این سوره، در حد به هر حال فهم معاصرین.
عرض کردم که نباید متوقف در این نمادها بشیم، اینا همش قالبه برای بیان یک مفاهیمی که به تعبیر قرآن میگه لا تدری نفسون ما اخفی لهم من قرت اعیونن، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه اون چشم روشنی هایی که وعده داده شده برای آینده، اصلا قابل درک ما نیست. ولی فعلا قالباش اینه، تو این قالبا داره میگه که این احساسات رو انسان ها داشتن. چقدر جالبه یه جا بجوشه آب فوران بزنه. فبعی آلاء ربکما تکذبان فیهما فاکهتون و نخلون و رمان. در اون بهشت قبلی میگه من کل فاکه، از همه میوه، اینجا دیگه فاکهتون، اینا هم همش نکره است، هیچ کدوم الفاکهه النخل الرمان نیست، نخلون مثل نخل درخت های میوه بلند، رمان هم به انار میگن، میوه های مثل رمان مثلا، این طیف هاییست که اون موقع میشناختن، چیز آووکادو نمیشناختن و این هم ممکن بود بگه اونا هم بگه دیگه، تو اونجا که لیمو و اینا هم که به عمل نمی آمده، پرتقال هم که نبوده دیگه، میوه هایی که در عربستان بوده. فبعی آلاء ربکما تکذبان فیه نه خیراتون حسان، خیراتون حسان هم گفتن که حسان به معنای زیبایی گرفتن، حسن گرفتن، خیرات هم این تش رو مؤنث گرفتن، زنان نیکو هم نیکو هستند، نکو خوی و نکو روی، خیرات و نکو خوی و نکو روی که میگن ایدئال دیگه، یه همسری که هم خویش نکو باشه هم رویش نکو باشه. ولی من دیدم کلمه خیرات در قرآن 10 بار اومده، 9 بارش همش میگه سابقو فی الخیرات، فاستبقو فی الخیرات، سارو فی الخیرات. نمیدونم حالا چرا اینجا رو به عنوان خیرات و زنان خیر گرفته، اگه به معنی مؤنث باشه همه جای قرآن به همین معنا اومده. خیرات یعنی نمونه خوبی، نمونه خوبی، حسن یعنی نیکویی. اتفاقا 194 بار در قرآن این مشتقات حسن آمده، یه بارش حسن به معنای زیبارویه. خب بالاخره زیبایی در همه چی هستش، خب زیبارویی هم یکی از انواع زیبایی هست، چرا حالا به این نسبت دادن نمیدونم. ولی همه ترجمه رو ببینید درست مثل این که دیگه زنا نقشی ندارن، هرچی از مرد هست که بعده های در واقع اینطوری بهشون داده میشه، در حالی که اصلا معلوم نیست جنسیتی به اون معنا باشه. این احساسات عواطف برای دنیاست، برای تولید نسل، ولی خب به گونه دیگه نمیشه گفت که تمام اون چه که در ضمیر ما، در ذهن ما، در وسالا ذات ما وجود داره، اون غرایز، اون نیازها به صورت بی نهایتش ایدئالش همه برآورده میشه دیگه. فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام. ترجمه ظاهرش اینه که حوریایی که تو خیمه بیرون نمیرن، عربام خیمه داشتن دیگه، مقصور یعنی پاشون کوتاه از اونجا نمیرن، دلبسته اونجا تمام روزم هم تو همون خیمه دیگه، آقا میره بیرون ولی بالاخره تو خیمه مونده، حتی خانم نمیگه خیمه. ولی اولا حور حواریون هم ما داریم تو قرآن دیگه، حواریون که حوری نبودن، حواریون جمع حوریه دیگه، اونا پاک جامگان بهشون میگن، پاک جامع، کسانی که پاک دستن، پاک دلن، پاک جامع هستن. حالا ممکنه یکی از صدها مشتقش، یکیش هم حوری به اون معنایی که میگن حوری یعنی سیمین تن، و نمیدونم عرباشون سیاه چرده بودن، براشون سفید رو و سیمین تن خیلی ایدئال بوده، قاعدتا این ترجمه ها از اون موقع تو همین سمت و سو رفته. حورون مقصوراتون فلخیام فبعی آلاء ربکما تکذبان لم یتمثهن انسون قبلهم ولا جان، که اینم قبلا داشتیم. در واقع میخواد بگه اون ایدئال هایی که تو بهش میرسی این مال خودته، هیچ کسی دیگه درش نقشی نداشته،
درست مثل این که هر کسی با اون کدای ژنتیکی خودش معرفش هست، هر کسی علامتش مشخصه، آیندهش سرنوشت بعدیش هم دست خودش هست. بنابراین هیچ کسی اون چیزی که به دست میاره مصرف نشده است، در اختیار خودش تنها. فبه ای آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر و عبقری حسان. اینا تکیه کردن بر بالش های سبز، اینا ظواهرش. البته این کلمات خیلی هم نیست تو زبان عربی که آدم مشتقاتش رو ببینه. خضر به معنای سبزی است، عبقری میگن در واقع یک بسترهای بی نظیر. عبقر یه چیز افسانه‌ای بوده، مثل که ما میگیم مثلا پشت کوه قاف، و عبقر میگفتن یه بهشت پریان مثلا عربا میگفتن، در واقع یه چیز رویایی. اونم کلمه حسانم که در مورد اونجا خیرات نسان آورده، اینجا هم آورده این رو. یعنی تمام اون چیزا که ایدالای ذهنی بشره، اگه امروز بخوان به یه کسی وعده بدن، چه وعده‌ای میتونن بدن؟ چه اتومبیل رو دوست دارن مردم؟ ممکن بگم آخرین مدل فلان مثلا اتومبیل، خونه نمیدونم چند هزار اسکوئر فیتی در مثلا ساحل کجا، همه اون چیزهایی که ایدئال یه نفر هست تو این دوره بخواد داشته باشه، قاعدتا برای که او بفهمه در این قالب میگن. حالا در زبان عربی 14 قرن پیش ظرف و قالب کلماتی که این مفاهیم باید روش پیاده می شده همین هاست دیگه در واقع. فبعی آلای ربکما تکذبان تبارک اسم ربک ذوالجلال والاکرام. ما در آیه 27 بود داشتیم که بله کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام. تو این سوره عرض کردم اصلا کلمه الله نیامده، فقط این دوبار صحبت رب اومده، ربوبیت خدا رو، اونم رحمانیتش رو در ابعاد مختلف بیان کرده. چقدر مبارکه، مبارک یعنی برکت دائمی، خیر دائمی است. اسمم به معنای لفظ نیست، اسم یعنی صفت، صفات پروردگارت که صاحب جلالت ها و کرامت هاست. جلالت به اون صفت های عظمت میگن، خدا علیم، قدیر، نمیدونم کبیر. اکرام اون جنبه های صفات جمالیه میگن، لطیف، رؤوف، رحیم، اینا رو بیان میکنن. چقدر پر برکت این نام های خدا، آثاری که از اون منبع رحمانیت به سوی بشر داره میتابه. صدق الله العلی العظیم.